بروز مقامات در ایران همواره از پیشرفت و بهبود شرایط صحبت میکنند، اما در گزارش تا آنچه که به نمایش درآمد بسیار متفاوت بود. البته در گزارش هم اشاره کردم افشار که برخی شاخص‌ها از جمله تعداد دانشجویان یا تعداد دانشجویان دختر بهبود پیدا کرده، اما اگر نگاه جامع‌تر داشته باشیم بسیاری آسیب‌های اجتماعی افزایش داشتن و از اون مهمتر ناهماهنگی مبانی توسعه و پیشرفت خودش باعث بروز یا گسترش برخی مشکلات شده. مثلا همین افزایش تعداد دانشجویان به خودی خود مثبت محسوب میشه، اما به عنوان مثال وقتی بدون توجه به مقتضیات بازار کار گسترش بدون ضابطه دانشگاه رو داشته باشیم، نتیجه میشه بحران فارغ التحصیلان بیکار. موضوع دیگری که تو این گزارشش انگوش گذاشته شده بود بحث آمارهای رسمیه که برخلاف اکثر کشورهای دنیا انگار قرار نیست حقیقت رو نشون بده. مثلا آمار اعتیاد به مواد مخدر یا آمار مصرف مشروبات الکلی که تا سالها اصلا وجود نداشت. مثالا زیاده، مثلا وجود کارگران جنسی تا سالها تکذیب میشد، بعد کم و بیش پذیرفتن، اما باز آماری دربارهشون وجود نداره تا در نهایت نشه به تصویری جامع و دقیق از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی جامعه ایران دست پیدا کرد. به روز می‌دونیم که هر روز سوالی رو در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا مطرح می‌کنید و اون رو به نظرسنجی می‌ذارید. از سوال امروز و نظرسنجی امروز برامون بگو. همینطوره، سوالی که امروز مطرح کردیم این بود که چرا در واقع روزهای گذشته راجع به تأثیرات انقلاب پرسیدیم، از مقامات و چرای سابق پرسیدیم. امروز پرسیده بودیم که مهمترین مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در 14 دهه گذشته کدوم بوده. در وبسایت اگر بخوایم نگاه بکنیم 78% فقر رو انتخاب کردند و 6% بیکاری، 10% اعتیاد، 2% سرقت و 4% خودکشی رو. خیلی سریع بریم سریع به تلگرام بزنیم. در تلگرام ما این نتایج به دست اومده که بیشترین تعداد باز هم فقر هست، قابل پیش بینی بود و تقریبا با وبسایت نتایج یکی است، اما در توییتر شاید یه مقدار فرق بکنه. در توییتر نتایج نظرها به این شکل بوده که 72% فقر رو انتخاب کردن، 19% بیکاری، 6% اعتیاد و 3% سرقت. البته با توجه به محدودیت توییتر 4 گزینه‌ای بود نظرسنجی امروز ما در توییتر.